از اعماق زمین تا اوج آسمان، این اولین بار است که نیروهای چهارگانه ارتش در یک رزمایش قدرت پهپادی خود را به نمایش می‌گذارند. اینجا پایگاه پهپادی 313 ارتش است. پهپادهای کمان 12 مأموریت دارند برای شناسایی اهداف خود به مرکز ایران و مرزهای غربی اعزام شوند. تمامی پهپادهایی که داریم همه اونها را تجهیز کردیم به مهمات و موشک‌ها و بمب‌هایی که توسط وزارت دفاع ساخته شده. استقرار این پهپادها در زیر زمین حدود 3 ماه پیش توسط خبرگزاری صدا و سیما رسانه‌ای شد در بازدید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده کل ارتش. در بین پهپادهای مستقر در این پایگاه که بیش از 100 فروند بودند، پهپادهای بینام و نشانی به نمایش درآمده بود که حالا رسانه‌ای می‌شود. این یکی از 10 فروند پهپاد امید ساخته شده توسط ارتشه که وظیفه اصلی اون انهدام سایت‌های راداری دشمن و اهداف متحرک در سطح زمینه. شبیه به این پهپاد فقط در یک جای جهان موجوده. این پهپاد به نام هاروپ در کشور آذربایجان که ساخت رژیم اشغالگر قدس است، تنها نمونه های مشابه پهپاد امید ایران است که در این رزمایش به سوی هدف خود حرکت می کند. هنوز محدودیت های حفاظتی اجازه انتشار اطلاعات بیشتر از نوع برخورد پهپاد امید را به رسانه ها نمی دهد. همزمان با امید 150 پهپاد دیگر در آسمان ایران عملیات‌های شناسایی برای انهدام اهداف خود را انجام می‌دهند. با نظارت پهپاد کمان 22 نیروی هوایی و ایستگاه‌های زمینی در منطقه انارک، بیش از 1000 کیلومتر فاصله از پایگاه‌های اصلی پهپادها. این ابابیل 4 است و اینجا شمال اقیانوس هند. آرش پهپاد دیگری است که از ارشگ ناو لوان برمیخیزد. باور 5 هم مانند ابابیل 4 و آرش بردی بلند دارد با مداومت پروازی بالا، اما از مهمترین ویژگی آن اطلاعاتی ارائه نمی شود. زاویه هر دوتا فقط 6 به جلو. هما پهپاد عمود پرواز ایرانی هم بال می گشاید. در چند مایلی لوان زیر دریای فاته سر از اقیانوس برون آورده تا چمروش و ژوبین را رها کند. دست کم 1000 کیلومتر دورتر از اینجا کرار بمب‌افکن آماده می شود. در دومین روز رزمایش مشترک پهپاد ارتش، آسمان ایران از جنوب تا شمال و از شرق تا غرب در فروغ دست کم 150 پهپاد روز آمد، اما متنوع. پهپادهای ضد رادار امید با عملکرد پنهان رادار دشمن را نابود می کنند. پهپادهای مهاجر نیز با دو موشک الماس و قائم وارد صحنه می شود. آخرین هدف این مرحله رزمایش اینجا در جایی از سواحل مکران مشخص شده است. اینجاست که آرش تمام ایرانی مأموریتی نابود کننده دارد. انواع پهپاد شناسایی و انهدامی در سراسر کشور گسترش یافته که گزارش عملیات خایانان را همکارانم در بخش های بعدی خبر به آگاهی شما می رسانند. حسین اژدهایی، خبرگزاری صدا و سیما، منطقه عمومی رزمایش پهپادی مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران، سواحل مکران.